به نام یاد خدا، شاگرد عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه صحتمند باشین و لباس عافیت به تن داشته باشین و همچنان از شما میخوایم که در سکایتان منظم امرای ما یک جا پیش ببرین و تشکری خاص از کسایی میکنم که هر روز درس منظم پیش میبرن و کارخانگی خدا نه انجام میتن و به خاطر از اینکه شما کارخانگیتان منظم انجام میتین، آینده درخشان در انتظار شما خواهد بود. خب، درس امروز که ما میخوانیم قسمت آخر امیل لطیفه است که با هم یک جا خواهد خوانیم و کسایی که کتابک های مکتب خدا با خدا آوردن صفحه 29 کتابتان باز کنین و متوجه باشین که قسمت آخر از این قصه ما یا لطیفه ما چی خواهد شد. خب، نازنینا با شما درباره چی درس میخواندیم؟ درباره روبا و چوچه مرغ که روبا کوشش داشت چوچه مرغ را بخوره و چوچه مرغ عمرش گپ زده بود. خب، اول بیاییم که درس گذشته با هم یک جا مرور کنیم و قسمت آخرش باز در قسمت آخر درس میخوانیم. خب، چوچه مرغ در گوشه حویلی میگشت و دانه میچید. ناگهان روباه آمد و به چوچگک گفت من تو را میخورم. چوچگک گفت روبا جان، از خوردن من کی سیر میشوی؟ من بسیار خرد هستم. در آن طرف دیوار حویلی مادر من است. بیا با من تا تو را آنجا ببرم که هم من و هم مادرم را بخوری و سیر شوی. چوچه مرغ گفته ایگه پنازنین آبرش. خب، قبل از اینکه درس آخرش بخوانیم، اول مثل همیشه هجای کلمه ها را کار میکنیم. خب، کلمه اول که اینجا با ما و شما آمده افتاد است. افتاد. افتاد از کدام حرف ها تشکیل شده؟ از الف، ف، ت، الف، دال. افتاد. خب چند حرف است؟ 1، 2، 3، 4، 5. 5 حرف است. اما چند هجا میشه؟ افتاد. 2 هجا. 5 حرف است افتاد اما 2 هجا میشه. هجاره ما بطن گفتم اما بندش صدا است. خب، دومش هم است نزدیک. نزدیک از کدام حرف تشکیل شده؟ از نون، ز، دال یا کاف. نزدیک چند حرف است؟ 1، 2، 3، 4، 5. این هم 5 حرف است اما چند هجاست؟ نزدیک 2 هجاست. مثل افتاد 2 هجاست. خب، پرید، پ، ر یا دال. پرید 1، 2، 3، 4. 4 حرف است اما چند هجاست؟ پ، رید 2 هجا. نشست، نشست، نون، شین، سین، ت. نشست 1، 2، 3، 4. نشست. نشست چند هجا میشه؟ 1، 2، 3، 4. 4 حرف است اما چند هجاست؟ نشست. نشست 2 هجا. ببخشید، ببخشید. ب، ب، خ، ش یا دال. ببخشید چند حرف است؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. 6 حرف است اما چند هجاست؟ با بخ شید. 3 هجاست. با بخ شید. خب، افتاد، افتاد، افتاد. نزدیک، نزدیک. پرید، پرید. نشست، نشست. با بخ شید. با بخ شید. خب، دوست کائنات، حالا که هجای کلمه ها را یاد گرفتیم، بیاین که درس شب خوانیم. خب دوستای ناز، ببینین ما شما خواندیم که چوچه مرغ روبا را گفت که از خوردن مسیر نمیشی، بیا که ما با مادرم یک جای بخوانیم. چوچگک
پیش پیش رو با برا افتاد. چوچگک پیش پیش رو با برا افتاد. ببینید چوچه مرغ ما روان است. خب چوچگک پیش پیش روباه برا افتاد. نزدیک دیوار که رسید، نزدیک دیوار که رسید، پرید و بالای دیوار نشست. و بالای دیوار نشست. روبا گفت کجاست مادرت؟ روبا گفت کجاست مادرت؟ چوچگک گفت ببخشید من مادر ندارم. مادر مرا شغال خورده است. مادر مرا شغال خورده است. خب نازنینا باز برتان میخوانم و هجای کلمه های کنجا کار نکنیم، اینجا کارش میکنیم. خب چوچگک چوچگک پیشا پیش روبا برا افتاد. نزدیک دیوار که رسید پرید و بالای دیوار نشست. روبا گفت کجاست مادرت؟ چوچگک گفت ببخشید من مادر ندارم. مادر مرا شغال خورده است. خب یک بار دیگه درس اصل براتون میخوانم که تمام شب یک جا ببینید که چه قسم قصه بودی. خب نازنین و لطیفه را بفهمید که چیست. لطیفه چیست؟ لطیفه قصه کوتاه است. چوچه مرغ در گوشه حولی میگشت و دانه میچید. ناگهان روباه آمد و به چوچگک گفت من تو را میخورم، من تو را میخورم. چوچگک گفت روبا جان از خوردن من کی سیر میشوی؟ من بسیار خرد هستم. در آن طرف دیوار حویلی مادر من است. بیا با من تا تو را به آنجا ببرم که هم من و هم مادرم را بخوری و سیر شوی. چوچگک پیش پیش روبا برا افتاد. نزدیک دیوار که رسید پرید و بالای دیوار نشست. روبا گفت کجاست مادرت؟ چوچگک گفت ببخشید من مادر ندارم. مادر من را شغال خورده است. خب یک بار از این کتاب میخوانم برتان تا که آشنایی پیدا کنیمش. خب متوجه باشین صفحه 29 کتاب شما لطیف است. لطیفه چی میگه؟ قصه خنده آوره. یعنی در حقیقت چی کرده؟ چوچه مرغ خدا از دست روبا نجات داده و روبا نتونسته که بالای دیوار بالا شود. در یک از یک در قضیه چی کرده؟ خدا از گیر روبا نجات داده. چوچه مرغ هوشیار ما. خب لطیفه چوچه مرغ در گوشه حویلی میگشت و دانه میچید. ناگهان روباه آمد و به چوچگک گفت من تو را میخورم. چوچگک گفت روبا جان از خوردن من کی سیر میشوی؟ من بسیار خرد هستم. در آن طرف دیوار حویلی مادر من است. بیا با من تا تو را آنجا ببرم که هم من و هم مادرم را بخوری و سیر شوی. چوچگک پیش پیش روبا برا افتاد. نزدیک دیوار که رسید پرید و بالای دیوار نشست. روبا گفت کجاست مادرت؟ چوچگک گفت ببخشید من مادر ندارم. مادر مرا شغال خورده است. خب نازنینا خدا کنه که درس امروز یاد گرفته باشین و فراموش نکنید که درس در کتابچه‌تان نوشته کنین و لغاتایی که مشکل است و یا کلماتی که مشکل است شما باید تیره در بیرون نویس کنید و در کتابچه دیگه بنویسین و فراموش نکنین که یک لطیفه دیگه شما هم میتونین از خود بنویسین بدون از این. یعنی هر لطیفه دیگه که شما یاد دارین در کتابچه تان بعد از نوشتن درس کتابچه تان خط کشی کرده و لطیفه دیگر هم در پهلویش بنویسین و چی کنین؟ اگر خودتان یاد ندارین لطیفه جدید میتونین که از خواهر برادر و یا پدر و مادرتان کمک بخواین و اون لطیفه را نوشته کنین.
و همچنان میتونین در پهلوی ازی حرفای را که من جدا کردم برتان و گفتم که پوره است یا نیمه است مثل در دانه ببینین دال الف حرف است که در دری همیشه به شکل پوره نقشم شد، یعنی در حروف الف بای دری ما شما حرف های داریم که همیشه به شکل پوره نقشته میشه، مثل دال الف، ری الف یا واو و یا همچنان در کلمه مادر قسمی که قبلا به شما گفتم فقط میمش به شکل نیمه نوشته میشه میم، اما الف و دال ری به شکل پوره نوشته میشه که شما را کمک میکنه که بفهمید در زبان دری ما چند حرف داریم که همیشه به شکل پوره نوشته میشه و اگر کسی از شما پرسان کنه که در زبان دری ما شما چند حرف دارین که به شکل همیشه به شکل پوره نوشته میشه، شما اگه این حرفا رو نوشته کنین و جدا کنین حساب بگین بسیار به سادگی جواب داره میتونین، مثلا هم الف است و هم الف ما در دوش از حروفی است که همیشه به شکل پوره نوشته میشه و همچنان دمی لطیفه که شما خواندین میتونین حساب بگیرین که چند حرف به شکل کاملا جدا و یا پوره نوشته شده، یعنی ما نمیتونیم ری را و یا هم الف به شکل نیمه نوشته کنیم، از این خاطر شما میتونیم که از این درس هم کمک بگیرین و حروف که همیشه به شکل پوره نوشته میشه او را جدا کنین و با کسی که شما سوال میکنه بهتر جواب داده بتانیم و مطمئن هستم که دستم فول شما ایده بلد شدیم و میفهمید که کدام حرفا در زبان دری همیشه به شکل پوره نوشته میشه، اما به خاطر از اینکه درس با شما دوباره تازه شوه و بفهمید که کدام حرفا هستن این کار حتما انجام بدین و درس امروز ما قبول تا درس بعد شما رو به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. خداحافظ.